سرخط خبرها. فراغت 10 تن از حافظان قرآن کریم از مدرسه عبدالله ابن المبارک در شهر غزنی. گزارش تازه از دیدبان حقوق بشر در افغانستان. دسترسی نداشتن 48% از افغانها به آب آشامیدنی. و رد تبادله 2 استاد آمریکایی با 80 زندانی طالبان از سوی شورای امنیت ملی. سلام و وقت شما بخیر. امروز پنجشنبه 9 ماه عقرب سال 1398 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. 10 تن از حافظان قرآن کریم از مدرسه عبدالله ابن مبارک شهر غزنی فارغ شده و دستار فضیلت حفظ قرآن کریم بر سر آنان بسته شد. این حافظان دروس قرآن کریم را از مدت 2.5 سال به این سو فرا گرفته بودند. در محفل فراغت این حافظان که امروز در مدرسه عبدالله بن المبارک شهر غزنی دایر گردیده بود، عالمان دین، ملا امامان، بزرگان قومی، جوانان و شهروندان حضور داشتند. در این محفل عالمان دین ضمن صحبت درباره فضیلت حفظ و قرائت قرآن کریم درباره اجر و پاداش مساجد نیز صحبت کردند. شهغه بنا هغه بنگلا شفروردگار جل جلاله وی و بانی او معمر دی مسجد تا فمقابل دی مسجد کی فجنت کی ورکوی دی هغه بنگلی فجنت کی دی جنت فنور و بنگلو باندې دمره فضیلت تا لکه څمره فضیلت سی دی مسجد فدی ازمکه کی فدی نور و کور و فنور و تعمیرون و بایده. در این محفل شماره از عالمان دین از معارف کشور خواستند تا با مراکز دینی و مدارس همکاری های بیشتری داشته باشند. معارف نه ده غوښتنه ده او الحمدلله کړی دي تر څو د موږ او د تاسو ځوانانو ته په دینی علومو کې خو ډېره توجه وکړي او وروسته موږ او تاسو ځوانان باید په عصري علومو هم باید ښایسته کړو وینازوو د موږ او د تاسو وطن چې دی چونکې موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو نو خپل دین نه باید ډېر معلومات ولرو د هغې نه وروسته موږ او تاسو باید د دنیا سره ځان برابر کړو تر څو د هغوی سره په هر قسم کیمیا او ټیکنالوژي کې ځان برابر کړو هغه په هغه وخت کې برابرېږي تر څو موږ او تاسو د هغه عصري علومو پرمختګ په مخه باندې بوزو. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود اعلام کرده است که نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA مرتکب جنایت جنگی شدند. دیدبان حقوق بشر امروز گفته است که در این گزارش 53 صفحه‌ای با 39 تن از شمار شاهدان عینی در ولایت‌های مختلف مصاحبه صورت گرفته که نشان می‌دهد نیروهای قطعات ویژه امنیت ملی افغانستان تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تخطی‌های جدی از جمله کشتن غیرنظامیان در جریان عملیات‌های شبانه را مرتکب شدند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است برخوردهای فراقانونی این نیروها به عنوان محاکمه صحرایی یاد شده و برخی از این تخطیها جرایم جنگی شمرده می شود. به گفته این سازمان قربانیان غیر نظامی حملات شبانه و هوایی در 2 سال اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. در گزارش دیدبان حقوق بشر تاکید شده که قطعات خاصی امنیت ملی و نیروی محافظت خوست که در چوکاد ریاست امنیت ملی افغانستان فعالیت می کنند از سوی سازمان سیاه استخدام آموزش تشهیر و مدیریت می شوند. معاون رئیس دیدبان حقوق بشر بخش آسیا در این مورد گفته است در عملیات علیه طالبان 30 نیروهای افغان را قادر ساخته که مرتکب اعمال بی‌رحمانه از جمله محکمه های صحرایی و ربودنی افراد شوند. در این گزارش از حکومت افغانستان خواسته شده که تحقیقات مستقلانه درباره تهمات موجود تحت پیگرد قرار دادن عاملان این رویدادها تحقیق درباره تهمات جدی تخطی از قوانین حقوق بشر و قوانین جنگی و پیگرد کسانی که مرتکب جرایم
جرایم جنگی شده ان را انجام دهد و نیز به غیر نظامیان که در حملات نیروها آسیب دیده غرامت پرداخت کند. دیدبان حقوق بشر همچنان در این گزارش از آمریکا خواسته است که در مورد مسئولیت فرماندهی عملیات ها وضاحت داده و نیز برای انجام تحقیقات مستقلانه همکاری کند. 48% افغانها به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که 52% افغانها به ویژه روستانشینان به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته و تلاشها برای فراهم کردن آب آشامیدنی برای 48% شهروندان دیگر جریان دارد. مجیب رحمان کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که فراهم کردن آب آشامیدنی صحی به شهروندان خصوصا روستاییان یکی از اولویت‌های این وزارت است. پیش از این وزارت صحت افغانستان گزارش داده بود که سالانه صدها کودک افغان به دلیل اسهالات جان می دهند. یکی از عوامل این اسهالات نبود آب آشامیدنی صحی گفته شده است. برنامه ملی آبرسانی حفظ الصحه محیطی و آبیاری در سال 2003 در چوکات وزارت احیا و انکشاف دهات ایجاد گردیده که هدف آن دسترسی 100% جامعه روستایی با آب آشامیدنی صحی با معیارهای سازمان صحی جهان تا سال 2020 میلادی است. این وزارت با تطبیق این برنامه می خواهد از طریق افزایش دسترسی بهتر به آب صحی، مناسب، پایدار و فراهمسازی تعلیمات صحی و افزایش رعایت حفظ الصحه محیطی تا سطح مرگ و میر کودکان و ویژه کودکان زیر 5 سال را کاهش دهد. به گفته آقای کریمی، وزارت احیا و انکشاف دهات 70% خدمات خود را بر روستاها متمرکز کرده است، چون بیشتر نفوس افغانستان در روستاها زندگی می کنند. شورای امنیت ملی گفتگو درباره تبادل 200 آمریکایی با 80 زندانی طالبان را رد کرد. شورای امنیت ملی کشور هر گونه گفتگو درباره تبادل 200 آمریکایی با 80 زندانی گروه طالبان را رد می‌کند. شورای امنیت گفته است که این گفتگوها جریان دارد و تبادل این 200 با 80 زندانی تا هنوز مشخص نشده است. شورای امنیت ملی کشور هر گونه گفتگو درباره تبادله 2 استاد آمریکایی با 80 زندانی گروه طالبان را رد کرد. منابع نزدیک به طالبان گفتند که طالبان درباره رهایی 2 استاد دانشگاه آمریکایی در افغانستان خواهان رهایی 80 زندانی این گروه به شمول انس حقانی و حافظ رشید از اعضای برجسته گروه حقانی شدند. اما کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی کشور در این باره بر رسانه ها گفت حکومت افغانستان چنین درخواستی را دریافت نکرده است و چنین معامله نخواهد شد. این در حالی است که 2 روز قبل حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور گفته بود که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفر اخیرش را به کابل به خاطر رهایی این استادان انجام داد. از توجهتان بعد از شای خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.